همراه هستیم با مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از پاریس. خوش آمدید آقای گلپور. خب حضور امیر قطر در تهران رو همزمان با حضور انریکه مورا در تهران چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا شکل تازه ای از مذاکرات برای احیای برجام آغاز شده؟ با سلام به شما هموطنان عزیز. شکل تازه نه، ولی یک مقدمه بسیار جدیه که اون بخش چگونگی تامین منافع اروپا و آمریکا رو مسئله منافع به خصوص گاز، میدونید که یکی از میدانهای عظیم جهانی گازی رو که اتفاقا بخش بسیار زیادیش به ایران تعلق داره، ولی هیچ موقع دعوای حقوقی جدی بین قطر و ایران صورت نگرفته. اون چیزی که ما پارس جنوبی میگیم و قطریا بهش گنبد شمالی میگن، هنوز سهم بسیار پر اهمیت ثروت مردم ایران رو تامین نشده، ولی ایشون با بی‌شرمی به خودشون اجازه میدن بر سر استخراج و تامین نیازهای اروپا و به روی این پرونده بیان و مذاکره کنن و در این حال خواهان برای اولین بار قطر به خودش داره اجازه میده در مذاکرات چند جانبه جای برای خودش باز کنه. شما میدونید دیپلماسی قطر یه دیپلماسی که بر اسلام سیاسی و بر شکسته اخوان المسلمین بیشتر گسترش پیدا کرده در جهان و همیشه ضایعاتش بعد از جاه طلبی های بسیار زیادی که همین آقای آلثانی که در حقیقت نمایندگی تمام قطر رو میکنن با شخص و نام فامیلی خودشون، این به اصطلاح ضایعات به وجود آوردن. آخرش همین مسئله طالبان و هواپیمای قطر ایرلاین بوده که در اختیار طالبان گذاشته شد برای کسب قدرت. بالاخره و به طور خیلی خلاصه، بله، یک مقدمه بسیار جدی و خطرناک به خاطر اینکه این دوباره جنگ قولهای انرژتیک رو در منطقه حاد میکنه. میدونیم که اوپک تحت تاثیر روسیه و عربستان سعودی یه جنگ بسیار شدیدی رو مسئله قیمت نفت و عدم تولید بالای نفت در همین هفته ها اعلام کردن و ادامه خواهند داد و همزمان اینکه به لحاظ به اصطلاح تامین مایه گاز مایه شده قطر پیشنهادهای حالا روی میز مذاکره میاد، بسیار مسئله جدیه به نظر من. سفیر روسیه در ایران اظهار نظری کرده، گفته یکی از موانع اصلی احیای برجام اصرار ایران برای خارج کردن نام سپاه پاسداران از لیست تحریم هاست. ارزیابی شما از این اظهار نظر چی هست؟ خب بسیار آگاهانه و بسیار با دانش این موضوع رو دارم میگم، چون اصرار روسیه هم بر این اصرار افسوده. ما میدونیم که این مسئله انتقال تمام مسائل هماهنگی و لوجستیک سوریه به سپاه پاسداران، مقام سپاه پاسداران رو در دید روسیه بسیار بالاتر میبره. جایگاه سپاه پاسداران برای روسیه از به اصطلاح اون اتوریته منطقه‌ای دیگه برخورداره، همکار منطقه‌ای به حساب نمیان، رهبر منطقه‌ای به حساب میان، چون روسیه خودش خیلی درگیر مسائل اوکراینه و بنابر این بسیار روشن دارن نشون میدن که این مسئله نه تنها یک به اصطلاح توقف جدی رو به وجود میاره، بلکه میشه بر سرش مذاکره کرد. و من به نظرم برای همین گفتم این مذاکرات این هفته بسیار مهمه. البته نمیتوان دنبال نتایج بلافاصله بود، این آقای مراد برگردن و نتایج رو به خصوص به آمریکا انتقال بدن، ولی مذاکرات بسیار جدی فشرده شده. برای همین طرفین نمیتونن اعلان ختم برجام بکنن، نمیتونن بگن تصمیمات جدی و فوری در انتظاره. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته که اگر آمریکا و ایران مستقیم گفتگو می‌کردند، روند مذاکرات تسهیل می‌شد. فقدان گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا چقدر دستیابی به توافق رو مشکل‌تر کرده؟ بی نهایت. شما ببینید تمام این میانجی‌های قطری، روسی و سایر کشورها، حتی ترکیه و حتی اروپا مانع میشه که دقیقاً مذاکرات جدی بر سر مسائل مشخص بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی صورت بگیره، تأمین بشه و مطبوعاتی بشه. و ایشون به نظر من دقیقاً مسئله اصلی رو طرح کردن. میانجی در این مذاکرات بیشتر از طرفینی که منافع ملیشون رو باید تأمین کنه، البته برای جمهوری اسلامی من زیاد مطمئن نیستم، ولی حتما برای آمریکا اینه. میانجی ها منافعشون از خود آمریکا بیشتر شده توی این مذاکرات. سپاسگزارم از شما مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از پاریس با ما.